میوه میده، علتش اون صداهایی بود که به دروغین در وجود حوا عمل کرده بود و میتونه در طول 1400 سال، امیدوارم عزیزان بهتون بر نخوره، من اینا رو میگم برید تحقیق کنید، در طول 1400 سال این صداها رو ما تاثیر گذاشته باشه، ولی باید تحقیق کنیم. و وقتی که در پیدایش 3:15 ما میبینیم که اولین پیشگویی اعلام میشه که خداوند از یک دختر باکره که منظور همون حضرت مریم بود نجات دهنده ای رو میاره، یعنی در اصل خداوند قدم بر روی زمین میگذاره برای نجات بشریت، و شیطان نیز میدانست و این وعده رو خداوند مطابق آنچه را که در 39 کتاب هستش در عهد عتیق بالای 300 پیشگویی از آمدن مسیح میگه. پس شیطان اینم آگاهی پیدا، شیطان میدونست که خدا انسان رو آفریده نه شکل هیچ موجودی، نه شکل فرشتگان، شکل خودش، یعنی شکل خود خدا آفریده، یعنی خدا بابای ماست، ما بنده نیستیم، ما فرزند او هستیم. شیطان اینو میدونست، شیطان میدونست که نجات دهنده میخواد بیاد، شیطان میدونست که 613 قانونی که خداوند در کلام داده به عنوان شریعت برای این هستش که انسان بتونه راه خودش رو پیدا کنه تا بتونه به خدا نزدیک بشه. و بعد میدونست وقتی عیسی مسیح آمد مطابق پیشگویی ها، مطابق کتاب یوئیل 2:28 و 29 که میگه در روزهای آخر روح خود را خواهم ریخت که همه از روح من، اونایی که تشنه حقیقت هستن، پر بشن. شیطان این آگاهی رو داشت و مسیح آمد و مسیح به خاطر گناهان بشریت روی صلیب رفت و مرد و پس از 3 روز قیام کرد و شیطان داشت میدید و اینها رو دید و شیطان کپی زد. مسیح گفت من آمدم شریعت رو کامل کنم. پس مسیح با محبتش شریعت رو کامل کرده، یعنی از این به بعد نه به توسط قوانینی که من بخونم که نمیتونم همه رو انجام بدم، بلکه به توسط خرد الهی که روح القدس اون رو به من میده همچون معلمی که در من هست و فیلتر آن کلام خدا هستش، من بتونم خودم رو به شباهت خدا نیز کامل کنم و در اون مسیر قدم بردارم. خب مسیح کامل کرد، یعنی روزگاری ما در گناه قرار گرفتیم، روح خدا از ما برداشته شد، شریعت به ما داده شد، بعد از شریعت مسیح آمد، شریعت رو کامل کرد، به یک جمله که آنقدر خداوند جهان را دوست داشت که یگانه پسر خود را داد تا هر کس به اون ایمان بیاورد دیگه هلاک نشه بلکه حیات جاوید رو داشته باشه. و اون شریعت نه اینکه بد بود، اما شریعت به توسط روح القدس قوت خداوند نیز در ما عمل کنه، به نیکویی بتونیم آنچه که درست است در هر زمانی در هر شرایطی مطابق آنچه که میتونه حکیمانه باشه ما نیز عمل کنیم. خب شیطان حالا چی کار میکنه؟ امیدوارم به کسی بر نخوره، این رو میگم به چالشتون بیارم هموطنان عزیز، تحقیق کنید اونهایی که دو دل هستید. شیطان دین کاذبی رو به نام دین اسلام مهیا میکنه و پیغمبر کاذبی رو میاره که میخواد شریعت بده، شریعتی که مسیح کامل کرده بود. دوباره آیا اینجا زد و نقیز نیست؟ آیا ما نمیتونیم امروز اعتراض به خود خدا کنیم که خداوند تو روزگاری اجازه دادی بر ما حکمی بیاد به عنوانی که ما گناه کردیم و ما محکوم شدیم، اما به توسط عیسی مسیح مطابق اناجیلی که هست، 4 انجیلی که هستش، ما بیگناه شدیم وقتی مسیح ایمان میآوریم. پس اینجا شرحال شخصی به نام محمد چگونه هست که دوباره شریعت رو میاره؟ و بعد که میاد، حالا میاد تو کشوری به نام ایران، کشوری که خداوند برای آیندگان نیز یک پروژه عالی داشت، مردمی که خداوند از چشم خدا مردمی بودند که دروغ نمی گفتند، مردمی راستگویی بودند و خدا نقشه داشت تا به توسط ایران جهان نیز به توسط کلام زنده خداوند، به توسط انجیل جهان نجات پیدا بکنند. و شیطان اونجا نقشه شده باره پیاده میکنه. نقشه این گونه هستش: اگر نجات دهنده ای رو خدا در نظر داره به نام عیسی مسیح پسر خودش بر روی زمین میاره، حالا افرادی که مخالف دین اسلام بودند حزب و سازمانی به نام شیعه رو مهیا میکنن که مخالف اسلام اما به این باور که آهن آهن رو میبره. پس بنابراین در لوای اسلام زیر خلیفه‌گری شخصی به نام علی و فرزندان او، ما اسلام رو در مقابل اسلام قرار میدیم که به نام شیعه هستش، و در مقابل اسلام و حکومت‌های امپراتوری اسلامی قرار میدیم. بعد از مدتی خب حالا شیطان باید نقشه بکشه چطور در حقیقت نجات دهنده هست، حالا باید کپی بزنه، یه کپی به عنوان کپی نجات دهنده ای رو مهیا میکنه که شخصی به نام امام زمان هست. و ما میبینیم که در قرن 19 شخصی به نام میرزا حسن علی نوری که معروف به بهاءالله میاد اعلام میکنه، میگه من امام زمان هستم، و او رو میکشن
و بعد میگن حالا یه عده هم به عنوان افراد بهایی امیدوارم به بهایی ها بر نخوره. اما بهایی ها زاده دروغ شیطانی هستن که از اسلام اومده. تحقیق کنیم و اونها دوباره شریعتی رو میارن، هرچند نشون میدن که تو اون شرحالی نیستن که مسلمانان در زمان گذشته بودن، اما هنوز با شریعت، هنوز با قوانین. چرا که آنجایی که برای شیطان مهم هست اینه که نشون بده به مردم، به دروغ اعلام کنه که عیسی مسیح پسر خدا نیست. عیسی مسیح به خاطر گناهان بشریت روی صلیب نرفت و نمرد، بلکه یک پیغمبر بود. ما این رو در اسلام میبینیم، ما این رو در بهایی ها نیست میبینیم، هموطنان عزیز. و هر دو زاده دروغی هستن که از شیطان اومده و شیطان این رو کپی زده. برای همین هستش که برای ما به طور خاص مسلمانان خیلی سخت هست. حالا چی میشه؟ خب برفرض توی قرآن هم که حرفای خوبی زده، تو کتاب اقدس هم بهاءالله حرفای خوبی زده، بله، اما حرفای خوب نشان دهنده این نیستش که این حقیقت داره. شما وقتی یه پول دلار اورجینال رو میبینید و یک پول دلار تقلبی رو میبینید، به سختی میتونید تشخیص بدید. مسلما شباهت به هم دارن، ولی از درون یه چیزای دیگه عوض شده که باید با سیستم شما متوجه بشید این حقیقت داره و یا دروغ هست. از این رو هست هموطنان عزیزم، چشم و دلمون رو باز کنیم، اجازه ندیم به این راحتی به خواب بریم. اگر گذشتگان ما این امکانات رو نداشتن که آگاه بشن، امروز این امکانات به تو داده شده. هموطن عزیزم، خودت رو آزاد کن و اگر به مسیح ایمان آوردی، خبر نجات رو به هموطن دیگریت بده، به فامیلت بده، مبادا اون نیز هلاک بشه. از این رو هستش که با هوشیاری بپذیریم، دروغ شیطان رو قبول نکن، انجیل مسیح رو مطالعه کن، مطمئن باش خداوند تو رو نجات میده. توی پرانتز میخوام بگم متاسفم هنوزم ملت ما بعد از گذشت 37-8 سال اون طریق 1400 سال پیش رو دارن انجام میدن. تصور میکنن، به هیچ وجه توی کادر سیاسی نمیخوام خودم رو قرار بدم، اما تصور میکنن برای مبارزه با دولت جمهوری اسلامی باید بیان یک سازمان به نام اصلاح طلبا مهیا کنن و از افرادی که به عنوان شخصیت های اصلاح طلب هستن اما مطیع جمهوری اسلامی هستن، قوانین جمهوری اسلامی رو قبول دارن و میخوان حکومت اسلامی باشن، با جمهوری اسلامی مبارزه کنن. یعنی این همون حرکتی هستش که ما میبینیم هزار چند سال پیش متاسفانه ایرانی ها به نام اسمی به نام شیعه استفاده کردن بر علیه امپراتوری های اسلامی و برای اسلام که بتونن آزاد بشن، اما دوباره گرفتار شدن و ما میبینیم که 37-8 سال هست ملت ما نیز گرفتارن. چرا؟ عذر میخوام ازتون، چون تصور میکنید با دروغ باید دروغ رو باطل کنید. خیر، ما با حقیقت و راستی باید دروغ رو باطل کنیم، ما با نور باید تاریکی رو از بین ببریم. عیسی مسیح اعلام کرد من راه و راستی و حقیقت هستم، مسیح نیز اعلام کرد من نور هستم. با مسیح زندگی کنید و مطمئن باشید خداوند قوت این رو خواهد داد، حکمت این رو خواهد داد، کشور آزاد داشته باشیم، مردمی آزاداندیش داشته باشیم و مردمی عاشق نسبت به خود، نسبت به خلق خدا، نسبت به خانواده و نسبت به خدای حقیقی. باز میخوام اگر عزیزانی که هنوز مسیح ایمان نیاوردن و یا هنوز در شک هستن، شاید کمی آزرده باشم، من شما رو عذر میخوام، ولی خواهشم از شما اینه تحقیق کنید، قرآن رو بخونید، حتما بخونید، انجیل مسیح رو نیز بخونید، تاریخ رو نگاه کنید، چرا که به ابدیت ما نیز مربوط میشه. بریم با همدیگه خطی رو بگیریم. وقت شما بخیر هموطن عزیز، با پوزش از این که خیلی وقت از روی خط هستید. محفش عزیز درود بر شما. آیا صدای ما رو دارید؟ سلام فرمان. درود بر شما عزیزم. سلام فرمان. درود بر شما، بفرمایید. الو. جانم بفرم. بفرم. سلام فرمان. الو. جانم بفرم. بفرم خواهش. صدای شما رو داریم عزیزم. از توی تلفن که صحبت کنین، ما صدای شما رو داریم. لطفا صحبت بفرمایید. آیا صدای ما رو دارید؟ برای چه موضوعی خواهرم میخوای دعا بشه؟ من شوهرم احتیاط میخواستم برای اون دعا کنیم و خودم از خیلی از این موضوع، این که تو خونه اجاره این که خودم رو ندارم بدم،
متاسفانه صدای شما مفهوم نداره برای ما، همش قطع و وصل میشه. اما آره برای تاکید همسرشون اینه که تو خونه اجاره ای زندگی میکنن، مثل که مشکل از اون بله. پس ما شما رو به دستان خدا میسپاریم خواهرم، چون صدا اصلا قابل درک نیستش. اگه براتون مقدور شد دوباره تماس بگیرید، خطوط ما پر هستش، ولی حتما برای موضوعاتی که فرمودید دعا خواهیم کردش. بریم با هم دیگه خط دیگه ای رو نیز داشته باشیم. وقت شما بخیر. بفرمایید. فاطمه عزیز درود بر شما. سلام. بفرمایید. بر شما عزیز. حال شما خوبه؟ ببخشید من مزاحم تو شدم. صدای منو دارین؟ بله بله بفرمایید. برادر رسول جان، خواهر مامونی، حالتون خوبه؟ خیلی من از برنامه شما برکت میگیرم. خدا روش برای مسی. برنامه خوبی دارید. خدا روش برای مسی. خواستم که خدا تو دل من انداخت که بچه‌م یکم مریضه، دخترم. تو دلم انداخته همین الان که به دعای شما احتیاج دارم. اگر براتون امکان داره دعا کنید برای دخترم. حتما لحظه لطفاً با دعای ما متحد بشید. از ماه مونجا خواهش میکنم حتماً. که اسم دخترتون هم بگید لطفاً. اسم دختر من گلپر. گلپر جان حتما با ایمانی که خداوند نیز به ما داده دعا خواهیم کرد و در نام مسیح شفا خواهند گرفت. بفهم آمین. خداوند با شکرگزاری به حضورت میاییم خداوندم. آمین. و تو رو سپاست میگیم خداوندم که تو در کنار ما هستی خداوندم. تو تسلی بخش و آرامی بخش جان ما هستی خدا. حقیقتا خون تو باعث شفای تک تک سلول های بدن ماست خداوندم. در این لحظه خواهرم رو خداوندم و دخترش رو به حضورت بلند میکنم و تمامی عزیزانی که مشکل جسمی دارن خداوندم، بیماری دارن چه روحی چه جسمی خداوندم. چون ایمان دارم خداوندم طبق کلام تو خداوندم با خون تو ما شفا یافته ایم. آمی. خداوندم. آمی. یعنی این شفا تموم شد خداوندم، یعنی سلامتی رو از دستهای تو گرفته ایم خداوندم. پس نگاه نمی کنیم به ظاهر بیماری که چی هست خداوندم، چون مطمئن هستیم خداوندم که دکتری داریم که برتر از تمامی دکترها کار میکنه خداوندم. و این سلامتی رو از دست‌های تو گرفتیم و با شکرگزاری خداوندم از حضور تو دریافت کردیم و سپاست میگیم برای این سلامتی. در نام پرقدرت دعا کردم. آمین. 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 با ایمان دریافت کنید به فیض خداوند که شفای کامل را خواهند گرفت. ایمان داریم. آمین. شما رو دستان خدا می‌سپاریم. بریم با هم دیگه خط دیگه رو داشته باشیم. احمد عزیز درود بر شما. آیا صدای ما رو دارید احمد جان؟ الو الو جان بفرم عزیزید بفرم خواهش کنم. جان سلامت باشید. تشکر از برنامه خیلی خوبتون. خواهش کنم. خدا شما من اون هفته گفتم این همچین مشکلی داشتم سفار گرفتم. بله دوست دارم با همین داداش گلمون که گفتم داداش گلم که اونم تازه ایمان آورده با صحبت بکنی. خواهش کنم در خدمتشون هستم. بفرمایید. خواهش کنم. گوشی خواهش کنم. الو جانم وقت شما بخیر. بفرمایید. خواهش کنم. جان جان درود بر شما. بفرمایید. خدا رو شکر. مرسی هموطن عزیز. سلامت باشید. من اون کسیم که احمد جان گفت که به وسیله ایشون وقت شدم. خدا رو شکر. خدا رو شکر بر مسیح و وجود شما. من همیشه ایشا رو میبینم. خدا رو شکر. ایشا رو که میبینم گریه میکنم. اصلا حال خودم رو تا حالا نداشتم. جان. مطمئنم این حالا تا به من دیده. وقتی اسمشون میارن گریه میکنم. الان بازم حالم. وقت جان. جانم جانم جانم. خدا رو شکر برای وجودتون. خدا رو شکر برای ایمانت برادر عزیزم. این حال که میاد دیگه به قولی یاری بکنی. نمیتونم حرف بزنم. ما میتونیم از شما اسمی داشته باشیم؟ من بیژنم. اسمم بیژنه. بیژنه عزیزم. بعد من به قولی رو گفتنی دیدم این رفیقم با این همه مشکلات و گرفتاری و با این که مریض به زنش خودش کرده به قطعی من یه فامیل خودمون هست که مریضی داره بسکه این بله. دکتر میگفت که تا آخر عمر قرص می‌خوریم نمی‌تونیم حرکت کنیم چون که
این کسی رو دیده که وقت شده بهش عیسی خدا، عیسی که من از بچگی بیشش داشتم، نه این که بگم حالا یه ماه دو ماه سه ماه جان بیشش داشتم، ما شده با میکردم زیر میکردم میگفتم کسی که تنها چیزی که در وجودش نیست شهرت حوث بدیه، چطور میتونه راه نمای ما بشه، وست کننده ما بشه جان. بعد این حرفا رو که میزنم منقلب میشم، نمیتونم خوب صحبت کنم، چون حرف از کسی میزنم که تمام دنیا کائنات به خاطرش سجده میکنه جان. باید به کسی سجده کنی که لیاقتشو داشته باشه، نه کسی که سرتاپای وجودش بدیه. آدم موقعی که کسی رو میبینه بده نمیتونه بهش خوبی کنه، چون این چیزی که علی خواد بهش وقت نمیکنه. وقتی من اسم عیسی رو میارم چرا گریه میکنم؟ چون عیسی من میبینمش، وقتی میبینمش وقتی گریه میکنم پس وجود پاکیشو احساس میکنم، خدا رو شکر برای وجودتون بیژن عزیزم، ممنون جانم. آخ جانم بیژن جان، لحظه روی خط باش، میخوام برای ش... جان جانم جانم جان. خدا رو شکر برای ایمانت بیژن عزیزم. برای موردی دوست داری برای دعا بشه جان؟ دوست داری برای موضوعی داری که براش دعا بشه جان؟ میشه یه بار دیگه برای این که میگم مریض مثل احمد، این خوب نشده ولی احمد خوب شده. بله بله، اسم ایشون هم که مریض هستن احمد هست. بله احمد دیگه. بله الو جانم، داریم صدای شما رو، داریم صدای شما رو. ما اسم بله اسم ایشون هم نوشیم. بله صدای شما متاسفانه معین، اینی که بیمار هست اسمش معینه. الو متاسفانه شما اینه مریضی احمد داره، حالش خیلی بده، سالی سه چهار بار میبریمش بیمارستان ولی بله. پس ما شما رو به دستان خدا میسپاریم، چون متوجهم صدا خوب مفهوم نیستش. ممنون احمد عزیزم، ممنون بیژن عزیزم، خدا بهتون برکت بده به همین راحتی هم وطنانه. فقط شما باعث تماس بگیرید حتما. پس شما رو به دستان خدا میسپارم، حتما فیض خداوند با شما باشه. هم وطنان عزیز، همون گونه که شاهد بر این هستیم، وقتی ما خبر خوش نجات رو به مردم میدیم، به طور خاص هم وطنان ما که دل شکسته هستن، هموطنان ما که خسته هستن، توی شرایط خیلی بد اقتصادی قرار گرفتن، توی موقعیت هایی هستن که از نظر ضعف جسمانی دارن زجر میکشن، احتیاج دارن به تسلی، احتیاج دارن به شفا، احتیاج دارن به آرامش، بهترین وقت هست که تو خبر خوش نجات رو به اونها بدی. آنچه را که من در دقایق قبل خدمتتون عرض کردم، این بر اساس این هست برای کسایی که هنوز حقیقت مسیح براشون آشکار نشده تا برن تحقیق کنن. اما برای تو هموطن عزیزم که امروز آشکار شده، ما یک مسئولیت داریم و اینکه خبر خوش نجات رو بدیم. فرقی نمیکنه در کشور اسلامی باشیم، در کشور اروپایی آمریکایی باشیم، مسیحی باشیم، یهودی باشیم، هر کشوری که هستیم، کمونیستی باشیم، ما باید خبر خوش نجات رو به دیگران بدیم تا اونها نجات پیدا کنن. پس اگر دولت ها ما رو محدود میکنه، شرایط ما رو محدود میکنه، مسیح ما رو محدود نکرده. در کناری که ما ایمان میآوریم، خداوند عطایا نیز به ما میده که در مسیر خدمتمون از این عطایا میتونیم استفاده کنیم برای سلامتی و شفا و تسلی یه مردم، تا بتونن مردم این حقیقت و این محبت رو نیز بچشن. بریم با هم دیگه خط دیگه رو نیز داشته باشیم. وقت شما بخیر هموطن عزیز، بفرمایید. خواهش می‌کنم. مهوش عزیز درود بر شما. الو سلام، خسته نباشید، خوبه شما؟ خدا رو شکر، وقت شما بخیر. سلام خواهر مامانی و برادر رسول، سلام. سلام عزیز دلم. خیلی ممنون، خدا رو شکر، بفرمایید. خواهش من میگم من میخواستم برای یه سری مشکلات داشتم برام دعا کنین. حتما. من تو خونه اجاره میشینم، بعد حتی پول کرایه شدن. بله دارید شما صداشون رو؟ نه صداشون قطع شد متاسفانه. محفشان صداتون قطع شدش،
صدای شما رو نداریم، ولی حتما برای مواردی که فرمودید دعا خواهیم کردش. تا بریم خط دیگه ای رو بگیریم، مطلبی رو میخواستم خدمت هموطنان عزیزم عرض کنم. این رو بدانیم همه ما به هر حال نیاز و حاجتی رو داریم، دوست داریم که از خدا آنچه را که نیازمون هست رو دریافت کنیم. اما وقتی که از مسیح میخواییم، خداوند به این توسط میخواد حقیقتش رو بر تو آشکار کنه. یعنی فقط این نیستیم که مبادا، چون توی مذهب ما یاد گرفتیم خدا مانند یک مجموعه هستش که همه نیازها درونشون هست، مثل فروشگاه بزرگ، و میریم نیازمون رو برمیداریم، تازه مجانی هم هست، پولش هم نمیدیم. حالا تو بعضی از باورها مثل باور گذشته ما یه نذر هم هستش که نذر میدادیم، در اصل داشتیم معامله میکردیم با خدا، بیزینس میکردیم، خدای تو اینو بده من اینو میدم. اما فراموش نکنیم قبل از اینکه من و شما بخوایم به خدا چیزی بدیم، خداوند 2000 سال پیش یگانه پسرش رو برای ما داد. نداد فقط ما امروز نسبت به امور مالیمون فقط تأمین باشیم، بلکه خداوند داد تا ما ابدیت رو داشته باشیم، حیات جاوید رو داشته باشیم. از این رو هموطن عزیزم، خواهشم از دین هست، اگر دعات اجابت میشه این رو بدان، بقیه راه رو باید خودت بری با ایمانی که به مسیح میاری، و بقیه راه رو طی کردن درش برکت هستش. نه اینکه ما فقط بگیم، برای همین هستش ما مسیح رو حضرت نمیدیم. عزیزان حالا روی باور گذشته یه موقع تماس میگیرن میگن حضرت مسیح، خیر، حضرت رو به همون پیغمبر بگید، خداوند ما عیسی مسیح هستش. مسلما خدا ناراحت نمیشه شما میگید حضرت، یا مسیح ناراحت نمیشه، اما باید بدونیم عیسی مسیح خداست. ما به خدا که نمیگیم حضرت خدا، که خدا صداش میکنیم، چرا که میدونیم هیچ پسوندی نمیتونه واقعا توی جایگاهی باشه که ارزش خدا رو بخواد بالاتر از نامش ببره. خدا عشق، خداوند محبت هستش، خدا عادل هست، خدا قدوس هستش هموطن عزیزم، و عیسی مسیح خدای زنده هستش. اگر این حقیقت هنوز برات آشکار نشده، از خداوند بطلب، میتونید تماس بگیرید با مشاوری ما در تلویزیون محبت. عزیزان این تجربه رو دارن و این دانش رو دارن که تا اونجا که بتونن به شما عزیزان نیز اون دانش رو خواهند داد که چگونه مسیح میتونه خدا باشه، خدایی که با عشقش بر روی زمین آمد. فقط به پیغمبران نگفت که برید فرزندان من رو دستگیری کنید، بلکه خودش آمد تا بهای آنچه را که به عنوان یک زندگی غیر استاندارد هست رو روی صلیب بده. بریم با هم دیگه خط دیگه رو داشته باشیم. وقت شما بخیر هموطن عزیز، بفرمایید. خواهش می‌کنم. فرزاد عزیز درود بر شما. الو، خیلی ممنون از محبت شما. الو. جانم بفرمایید، صدای شما رو داریم. شما راجع به قرآن و پیامبر اسلام و چیزا همه شرط میزنید. بله، واقعا چیزی هم نیزنید و همینطوری از هوا حرف میزنید. خب اگر فرزاد جان صدای منو دارید شما؟ صدای منو دارید شما؟ آره منو دارید شما رو دارید. بله فرزاد عزیزم، اگر احیانا من جزء یکی از لطفاً گوش کنید، اگر من جزء یکی از برنامه گذارانی بودم که از بکران مسیحی اومده بودم، یعنی قبلا مسیحی بودم و هیچی از اسلام نمیدانستم، شما این سوال بسیار درستی بود. اما چون من خودم از بکران اسلام هستم و سالها به عنوان یکی از مبارزین در سازمان‌های اسلامی به فکر اینکه حکومت‌های اسلامی می‌توانند بهترین شرایط رو ایجاد بکنن بر روی زمین سخن میگم، و چون قرآن رو خوندم، نهج البلاغه رو خوندم، به خاطر باور مذهبیم در اسلام من تیر خوردم حتی و باید کشته می‌شدم و پرونده دارم من توی دولت ایران جمهوری اسلامی، و چون با همه آنچرا که تجربه کرده بودم و چون به راحتی به مسیح ایمان نیاوردم، وقتی که من مسیح رو ملاقات کردم، وقتی زمانی بود که میخواستم خودکشی کنم و از خدا حقیقت رو خواستم، مسیح رو ملاقات کردم، انجیل رو مطالعه نکرده بودم، بشارت کسی به من از مسیح نداده بود، و با سختی، یعنی من با قرآن وارد کلیسای ایران می شدم، دخترم شفا گرفته بود، معجزاتی شده بود، با قرآن رفتم، ولی وقتی که می رفتم افراد اکثرا ارامنه بودن، جزو ارامنه بودن و یا آشوریان عزیز بودن که با اونها صحبت می کردم
و اونها دانشی نداشتن نسبت به اسلام، ولی آنچرا که به من اعلام کردن از مهر و محبت و مسیر نجاتی بود که در انجیل بود برای من گفتن. ولی سخنان آنان نتوانست اون حقیقت رو کاملا برای من آشکار کنه تا زمانی که دوباره من در حضور خداوند رفتم و خداوند به توسط روح القدس این حقیقت رو برای من آشکار کرده. و اگر امروز در رابطه با اسلام سخنی میگم، این رو بدانید دانششو دارم، تجربهشو دارم، هیچ کینه‌ای هم نداریم برادر عزیزم، بلکه خودم رو در جایگاهی میدونم که لازم هست نسبت به آنچه که هموطنان عزیزم هنوز دو به شک هستن به اونها آگاهی بدم. حالا اگر امروز برای شما این حقیقت باز نشده، برادرم گفتم تحقیق کن. ما تحقیقاتمون رو کردیم، ما معجزات رو دیدیم، ما خداوندی عیسی مسیح رو آشکارا دیدیم، ما نجات رو کسب کردیم. در طول بالای 16-17 سال این تجربه شیرین رو با مسیح دارم که برای مردم دعا میکنیم. نه من امام هستم، نه امامزاده هستم، در نام عیسی مسیح برای مردم دعا میکنیم، مردم شفا میگیرن، مردم آرامش میگیرن. داریم کشورهای مسیحی رو میبینیم، کشورهای مسیحی اکثرا هرچند دولتهای مسیحی ندارن، اما به خاطر همون فرهنگ مسیحیشون عشق و محبت حاکم هست، هرچند تو گناه و اشتباهات هم هستن، اما نگاهی که ما داریم در کشورهای مسیحی داریم میبینیم، میبینیم که کاملا نگاه امنیت در اونجا. شما به کشورهای اسلامی نگاه کنید، کشورهای اسلامی امنیت ندارن، خرافات بسیار درونشون هستش. جانم بفرم. جانم بفرم خواهش. نه من فقط میخوام جان بفرم خواهش. من میخوام حرف جان اشکالی نداره. بفرم شما یک بار قرآن رو نوشتی از تورات و انجیل، خب چی شد؟ یه بار دیگه، یک بار. نه نه معذرت میخوام. صداتونو درست نداشتین. صداتونو نه. لطفاً بگید چون میخوام بینندگان قشنگ متوجه بشن. شما چی فرمودید؟ لطفاً بگید. یک بار شما میفرمایید قرآن دو نوعیه، تورات و انجیل. ببخشید. من نمیفهم. اصلا ما قرآن رو به هیچ وجه کلام خدا نمیدونیم. هرگز هرگز هرگز. اما در قرآن هموطن عزیزم، مانند همون دلاره، فراموش نکنیم. اگر شما عکسی رو که میبینید روی دلار هست، عکس فلان رئیس جمهور آمریکا هستش روی دلار تقلبی، باید اون عکس باشه. قرآن سوء استفاده کرده برای اثبات خودش از قسمت‌هایی از انجیل و تورات، اونم خیلی کم و ضعیف. برفرض تایید میکنه عیسی مسیح رو، اما به عنوان پیغمبر عیسی مسیح رو اعلام میکنه که روح الله است، اما نمیاد قبول کنه که عیسی مسیح خداست. پس این نمیتونه حقیقت داشته باشه. یعنی ما نمیتونیم بگیم که قرآن، تورات، انجیل با هم یکی هستن. هرگز هرگز نمیتونن. قرآن کتابی است که به دست انسانهایی با افکار خودشون در طول تاریخ ها نوشته شد، ربطی به خدای حقیقی نداره، خدای عشق نداره. قرآن یک کتاب تمدنه که تمدنی هستش که محمد و اطرافیانش اون رو اعلام کردن. اصلا ما قرآن رو به عنوان کتاب خدا نمیدونیم. بله. بله خب این نفرونه تا همچین کتاب بزرگ بسید. این نفرونه تا کتاب میدونیستن. خب یه پدر زمینان در حضرت کتاب باید مرشونی دادن. چه اشکاری دارد؟ من صداتون خیلی چیز متاسفانه هموطن عزیز، من خیلی دوست دارم با شما صحبت کنم، نه که خدای نه که بحث کنیم، ولی اصلا صدای شما مفهوم نداره. من نمیدونم، اگه میشه شمرده صحبت کنید باز بهتون این فرصت رو میدم. جان بفرمون خواهشم. بفرم جانم بفرم. میگم اگر حضرت محمد و اطرافیان همچین کتابی نوشتن، مطمئنن میتونستن یه پدر زمینان در حضرت عیسی بدن، چون خدا بود تانستن تبدیلش یه پیامبر کنن و براشون هم هیچ موقع نبود هیچ مشکل. نه نمیفهمم نه کنید بعد صدایش اگه شما برات مقدر دوباره قطع کن از اتاق فرما خواهش میکنم.
اگه میشه این تلفن رو بگیرن چون دوست دارم باهاشون صحبت کنم. ناگهان هموطن عزیز، آنچه را که من عرض کردم خدمتون اینه، خیلی راحته، خیلی راحته. بذار یه مثال دیگه بگم. میدونم تو قلب خیلی قشنگی داری، آدم مؤدبی هستی، خدا رو شکر من برای وجودت که زنگ زدی. اولا دوست دارم باهات صحبت کنم، حتی توی ایام هفته شد. نگاه کنید، خیلی راحت تصور بکنید شما به عنوان یک پدر و همسر شما یک فرزندی دارید که فرزندت رو ازش خواستی، برایش دوچرخه خریدی، گفتی دو این دوچرخه بازی کن، اما این دوچرخه فقط توی حیات باش بازی کن، مبادا این دوچرخه رو ببری توی خیابون برات خطر داره، و اونم قول میده. بعد از اینکه شما میاید میبینید اون تو خیابون داره دوچرخه سواری میکنه، مسلما به خاطر اینکه یاد بگیره از خودش حفاظت کنه، شما اون رو توبیخ میکنی و میخوای بهش تعلیم بدی، دوچرخه اون رو با زنجیر یه جا قفل میکنی، رو میکنی به همسرت، میگی به خاطر اینکه یاد بگیره در وفاداری توی خونه عمل کنه برای سلامتی خودش، اجازه نده روزا تلویزیون ببینه، بستنی برفرض بخوره، با دوستاش بازی کنه و دوچرخه سواری کنه. اینو شما میگی. بعد از 4-5 روز همسر شما رو میکنه بهت میگه که ببین این یک میخ پیدا کرده، این قفله رو باز میکنه، میره دوچرخه سوارش تو حیات میکنه، انقدر شلوغ میکنه که من اجازه میدم با دوستاشم بازی کنه، انقدر اذیت میکنه که اجازه میدم تلویزیونم ببینه، راستش خیلی هم غر میزنه، پش پول میدم میره بستنی هم میخره میخوره. پس بهتر نیست اینو ببخشی و بهش بگی فقط تو خیابون بازی نکنه؟ چون قبلا یه قانون رو انجام نمیداد، حالا این همه قانون نباید انجام بده و داره همه قانون شکنی ها رو میکنه. در روز ابتدا خداوند یه قانون به انسان داد، تازه قانونی که باید به رأی انسان بود، انسان میتوانست اون زمان بگه خدایا چرا من از این درخت نیکوبد نباید بخورم، این سوال رو نکرد از خدا. پس پذیرفت، به این میگن پیمان، به این میگن عهد، این عهد بسته شد. خداوند قوانین رو به انسان میده بعد از اینکه از باغ عدن میاد بیرون، که تحت این 613 تا قانون انسان بتواند در مسیر سلامتی جسم، سلامتی رابطه با انسانهای دیگه، یعنی سلامتی روان و سلامتی عهدش با خدا زندگی کنه. اما این قوانین تازه شد بلایی به جونش. چرا؟ چون انسان نتوانست حتی این قوانین رو کاملا انجام بده. یه قانون تو باغ عدن انجام نداد، حالا 613 تا رو که اصلا براش خیلی سخت بود، هرچند خیلی از قوانین در رابطه با مسیر عدالت و انصاف بود، باید یک انسان رو انجام بده. پس انسان از خدا به توسط شریعت آموخت و خداوند عیسی مسیح را فرستاد که عیسی مسیح به خاطر گناهان بشریت روی صلیب رفت و مرد و پس از 3 روز قیام کرد تا هر کس به اون ایمان می آورد دیگه گناهکار نیستش، بلکه بخشیده شده و بدون داوری به حضور خداوند میره. آیا همون گونه که من اون مثال زدم، اگر اون پدر به همسرش بگه، اون مرد، که من فرزند خودم رو میبخشم، فرزندش رو صدا کنه بگه بابا جون خواهشم اینه توی خیابون بازی نکن، من تو رو بخشیدم عزیزم، بستنی بخور، با دوستات بازی کن، تلویزیون رو ببین، فقط دوچرخت رو توی خونه استفاده کن که از من اذیت نشی، و فردا اگر بیاد ببینه این بچه توی خونه داره دوچرخه سواری میکنه، یه بستنی هم میخوره، و اون پدر یه محکم یه سیلی بزنه تو گوشه این بچه بگه مگه من به تو نگفتم این کارا رو نکن؟ آیا فکر نمی‌کنیم که این پدر از نظر موقعیت روانی مشکل داره؟ ما همین رابطه رو عزیزان عذر میخوام، اگر خدا این گونه عمل کرده باشه ما میتونیم به خدا بگیم خداوند قانون رو دادی به ما، ما توبیخ شدیم، بعد به ما قوانین دادیم و بعد با فیضت ما رو بخشیدی، حالا اسلام دوباره قانون رو برده. آخه این چی میشه؟ اگر کسی بخواد تورات و انجیل رو قبول کنه و بعد قرآن رو قبول کنه، باید بپذیره که خدا حکیم نیست. اگر خدا حکمت داشته باشه قرآن رو نباید بده، شریعت رو دوباره نباید بده. صحبت ما اینه با هموطنان عزیزمون در ایران، با تاجیکستانی هایی که مسلمان هستن، با اعراب، با افرادی که در ترکیه زندگی میکنن، با مسلمان دنیا، که اگر شما میپذیرید ابراهیم رو، قبول میکنید تورات رو، قبول میکنید انجیل رو، قرآن رو نمیتونید قبول کنید. اگر میخواید قبول کنید فقط قرآن رو قبول کنید. بهایی ها نمیتوانند تورات و انجیل رو قبول کنند، مشروط بر این که میخوان بهایی باشن، به دنبال بهاءالله باشن، هرگز نمیتونه چنین چیزی باشه. اگر انتظار دارید که ما بگیم نه واقعا دین اسلام هم دین خداست،
بهایی ها میرن به حضور خدا، همه میرن، بله همه میرن، اما برای داوری میرن مطابق شریعتشون. آیا تو هموطن مسلمان میتونی تمام شریعت قرآن رو انجام بدی؟ رأی خودت مسلمان باش، من نمیتونم. و امروز سخن ما با هموطنانی هست که میخوان آزادانه زندگی کنن، تحت پوشش حکمت، خرد، عشق و محبت زندگی کنن. انجیل عیسی مسیح به آنان داده شده تا بتونن به توسط انجیل عیسی مسیح آزادی و امنیت رو داشته باشن. در غیر این صورت عزیزان، حتی کلام خداوند پیشگویی کرده که در روزهای آخر همه ادیان سعی میکنن افرادی درشون هستن که یکی بشن، همه بگن ما خوب هستیم، نایس هستیم و هیچ اشکا با هم کاری نشون. متاسفم که خیلی از برنامه گذاران توی تلویزیون ایرانی ما داریم میبینیم که از هر اندیشمندی جمع میکنه و با رودرواسی با هم صحبت میکنه، اون میگه تو خوبی، اون میگه تو خوب هستی، به همدیگه تعارف میکنن و ابدیت مردم رو دارن میگیرن، حیات مردم رو میگیرن. حتی اگه شخص مسیحی هم تو اون برنامه گذاراست، از نظر من بسیار اشتباه میکنه. ما نمیتونیم تاریکی رو بگیم نوره. نور در دستان مسیح هست، نجات در دستان مسیح هست. انجیل مسیح، هموطن عزیزم، به خودمون بیاییم. خواهش میکنم اگر امروز